جا داشت یک برنامه ای رو میخوام در مورد سردار احمد کاظمی بسازم. احمد کاظمی کیه؟ این فرده یکی از افرادی است که در تاریخ ما یک مقدار بهش کم لطفی شده و درست دیده نشده. یک آدمی بسیار اصلا عجیبی بوده ایشون، واقعا یه عجوبه‌ای در نوع خودش بوده. در سن 14-15 سالگی خب به خاطر جو خانوادهشون که اسلامی بود و و و و بلند میشه میره در لبنان، آموزش‌های چریکی میبینه، در اصفهان در نجف آباد به دنیا میاد و خب مخالف شاه بوده، تو جو بوده دیگه، جو بچه 15 ساله اون زمان که یک خانواده مذهبی بوده، ولی عملا بلند شده رفته آموزش‌های چریکی رو در لبنان دیده. تا این بخشش رو کار ندارم که مخالف شاه بوده و و خب جو اون موقع اینگونه بوده شوربختانه و یک بچه 15 ساله هم بهش الان ببخشید آدمای 60-70 ساله هنوز نمیفهمن دارن چیکار میکنن، چه برسه به بچه 15 ساله. اما این فرد شاخص هایی رو داره که با بقیه خود متمایزش میکنه. ایشون در سن 21 سالگی پس از اینکه شورش 57 انقلاب آمریکایی 57 به نتیجه میرسه، ایشون میره تو جزء اصلا کسانی بوده که سپاه پاسداران تشکیل میده. در سن 21 سالگی جزء فرماندهان سپاه پاسداران در قائله کردستان هست، اون قائله‌ای که بزرگانی که امروز واقعا جزء سرداران بزرگ هستن اونها هم به نوع دیگری جا پای هخامنشیان و ساسانیان گذاشتن، همچون بزرگی همچون سردار صیاد شیرازی یا بزرگی همچون چمران که ایستادگی کردن مصطفی چمران در برابر این تروریستای تجزیه طلب، آقای احمد کاظمی جزء اونا بوده و در داستان کردستان جلوی این تروریستا وای میسته و کردستان رو نجات میده. در جنگ ایران و عراق ایشون یه کار خارق‌العاده‌ای که کرده بود با 50 تا دیگه به مانند خودش تکاور خودش هم فرماندهی رو تو دست میگیره تو جنگ ایران و عراق، چون خیلی از سلاح‌های پیشرفته رو اون موقع به ما نمیفروختن. عزیزان بهتون گفتم آلمان به ما سیم خاردار نفروخت، ولی به همین آقای صدام حسین بمب شیمیایی داد. یکی از کارهایی که سردار کاظمی میکرد و اینا خیلی ها نمیدونن و تا الان زیاد گفته نشده این بود که با 50 تکاور دیگر اینا عراقو بیچاره کرده بودن، یعنی میرفتن تو مرزهای عراق و سلاح‌های پیشرفته اینا رو می‌دزدیدن برای ایران و این گونه غنیمت‌گیری می‌کردن. میگم آدم عجوبه‌ای بوده، حالا از این عجوبه‌گری‌هاش بعدها بعد از جنگ ایران و عراق هم استفاده کرد، ولی در جنگ ایران و عراق خیلی از سلاح‌های دشمن این گونه برای ایران به غنیمت میاره. توی داستان خرمشهر یکی از کسانی است که نقش بسیار اساسی ایفا میکنه و حتی برای اینکه بتونه جاده آسفالتی خرمشهر رو تو دست بگیره از دست عراقی‌ها جنگ تن به تن میکنه. تن به تن یعنی نه دیگه اینجوری بگم هر کی تو خاک ریز بشینه به هم دیگه شلیک کنه، نه، قشنگ میره و جنگ تن به تن میکنه در این پایگاه‌های عراقی، اصلا رشادت‌ها به خرج میده تو اون داستان که من چون اهل این نیستم که اینجور مسائل رو خیلی بخوام بگم، موضوع بحث من جای دیگری است، فقط میخوام یک بیوگرافی کوتاه از ایشون بگم، چون بزنم به تخته دیگه جمهوری اسلامی در مورد این گونه سرداران زیاد ساختن، من از یک زاویه دیگری که اسمش منافع ملیه میخوام به ایشون بپردازم. توی داستان بعد از جنگ یه کار مهمی که ایشون میکنه، خب خیلی‌ها اینو نمیدونن، حتی جنگ ایران و عراق که تموم میشه خب یه نزدیک 4-5 سالی حزب دموکرات و کموله روی همدیگه اسلحه میگیرن همدیگه رو میکشن. اینم بگم هیچ وقت کردستان کشور نمیشه، یکی از دلایل مهمش اینه که نه که ما نمیذاریم، ما که نمیذاریم پدرشون رو در میاریم، ولی نه اینکه ما نمیذاریم، خوشبختانه اینا اصلا با همدیگه نمیسازن، 100 تا گروهن و لازم بشه همدیگه رو میکشن. و دو مدل ما این قضیه رو دیدیم، یکی توی جنگ ایران و عراق که تموم میشه از سال، یعنی تو خود جنگ ایران و عراق از سال 61-62 تا سال 66 حزب دموکرات و کموله ایران حل همدیگه اسلحه میگیرن، پس از سقوط صدام هم حزب آقای جلال طالبانی حزب میهنی با حزب آقای بارزانی علیه همدیگه اسلحه میگیرن و بیشترین کشتار رو از هم میکنن. بنابراین این نیستش که ما نمیذاریم، این که ما نمیذاریم که سر جای خودش، ولی اینها هم با هم متحد نخواهند شد. ولی در مورد جنگ ایران و عراق که تموم میشه و جنگ بین کومولو دموکرات که تموم میشه، اینا کردستان ایران بسیار ناامن میکنن، هی میان و کارهای تروریستی میکنن، پاسگاه‌های ما بیچاره مرزبانان وطن که ناموس یک مملکت هستن و این احزاب میان ترور میکنن، تا اینکه در سال 72 آقای خامنه‌ای آقای
احمد کاظمی، سردار احمد کاظمی رو منصوب میکنه که بخواد سپاه پاسداران کردستان رو داشته باشه. ایشون اقدامات زیادی در پاسگاه‌های کردستان انجام میده که بحث بسیار طولانی است، نمیخوام وارد بشم. خودش یک برنامه میتونه باشه که چه کارهایی ایشون میکنه در پاسگاه‌های مرزی که جلوی تروریست‌ها رو بخواد بگیره. اما کاری که دیگری که میکنه تمام دنیا رو اون موقع شوکه میکنه توی رسانه‌ها، ایشون جنگ ایران عراق تموم شده، میبینه که حزب دموکرات تو خاک عراق 160 کیلومتر رفته تو خاک عراق، در جایی به نام کوی سنجیق یا کوی سنجق درست درشه، در کوی سنجق 160 کیلومتر در داخل خاک عراق اینا میان اونجا پایگاه درست کردن و هر سری میان یک سری از این سربازان دم مرز ما رو میکشن، مثل موش کثیف فرار میکنن توی پایگاه خودشون. سردار احمد کاظمی دیگه میگه نه، اینجوری فایده نداره. اینا جمع میشن، یک لشکر رو آماده میکنه و یواشکی و پنهانی وارد خاک عراق میشه بعد از جنگ ایران عراق. یعنی جنگ ایران عراق که تموم شده بوده در سال 1374، ایشون بلند میشه میره در خاک عراق 160 کیلومتر میره اونجا و چندین روز این حزب دموکرات محاصره میکنه. اینا به غلط کردن میفتن، مثل سگ میترسن و رهبرانشون میان با سردار احمد کاظمی یک قراردادی رو امضا میکنه. احمد کاظمی میگه ببین تا جایی که میخوای میتونید زر بزنید، همینجوری بهشون میگه. مثل همین اپوزیسیون مگس ما هستش که ویز ویز میکنه سر سیل و اینا، میگه تا جایی که میخواید میتونید زر بزنید، ولی اگر عملیات انجام بدید پدرتون رو در میاریم. قرارداد مینویسه حزب دموکرات اونجا که تعهد میده که فعالیتاش علیه ایران به صورت رسانه‌ای و به صورت حزبی باشه، دیگه نه به صورت نظامی. و نظامی بودن و اینا چیز میکنن، تعهد میدن دیگه کار نظامی علیه کشور ما نکنن. احمد کاظمی هم همینو میخواسته، میگه که تا زمانی، چون احمد کاظمی میگه حتی نظامی هم که اینا نمیتونن غلطی کنن، ولی نظامی هر سری میان به مانند لاشخور یکی دو تا از این سربازان دم مرز ما رو میکشن و اینها خانواده دارن و و و و اینها رو متعهد میکنه که شما دیگه حق ندارید نظامی کار کنید و اینا میترسن و قبول میکنن و سردار کاظمی تمام لشکرش رو سالم برمیگردونه به خاک ایران. که اون موقع حتی بی بی سی اینا همه شوکه شده بودن، بی بی سی از این عملیات و رسانه‌های جهان، البته بی بی سی هم دارم میگم، بی بی سی فارسی نه، بی بی سی انگلیسی، بخش انگلیسی زبانش، از این عملیات به عنوان عملیات شگفت آور در عمق خاک عراق یاد میکنه، یک شاهکاری بوده. مردم کردستان تا اون موقع خب خیلی قضایا ناامن شده بوده، داد و ستد و مسائل اقتصادی خیلی پایین اومده بوده. مردم کردستان از این عملیات به عنوان طرح سردار احمد کاظمی یاد میکنن. خب یه کار بزرگی بود که ایشون انجام میده. در سال 79 ایشون فرمانده هوایی ایران میشه. بحث موشکی از سال 1379 با اومدن سردار کاظمی است که خیلی بولد میشه، خیلی جلو میره. همه مثلا تهرانی مقدم رو میشناسن. خب سردار تهرانی مقدم جز نفرات اصلی است که ما رو به این اقتدار موشکی رسونده، ولی پشت این داستان بزرگ مردی چون سردار کاظمی است. من ویدیویی رو میخوام نشون بدم بعدش که حالا خیلیاتون شوکه خواهد کرد، که الان میذارم، فعلا نگه میدارم تا صحبتام تموم شه این ویدیو رو بذارم. در مورد زلزله بم که خیلی این مثلا یک نکته‌ای که ایشون واقعا یه آدم نخبه بوده، در زلزله بم تمام باند فرودگاه ایران از بین میره، توی باند فرودگاه ایران توی بم از بین میره. ایشون وقتی که میره اونجا جوری باند فرودگاه آماده میکنه، جوری باند فرودگاه رو آماده میکنه که از باند فرودگاه تراز اول اروپا و آمریکا هم این باند فرودگاه زلزله زده بم بهتر کار میکنه و هر 13 دقیقه یک پرواز از روی باند فرودگاه بم با فرماندهی سردار کاظمی بلند میشه، کاری که تقریبا خیلی ها میگفتن نشدنی است. سردار کاظمی یک کار نشدنی رو شدنی میکنه و هر 13 دقیقه یک هواپیما بلند میشه و نزدیک 30,000 زخمی رو ایشون در عرض 72 ساعت میتونه در بم جا به جا بکنه با پروازهایی که هر 13 دقیقه انجام میشده. خب این یک کار بسیار بزرگی بوده که انجام دادن ایشون. تحصیلاتشون هم ایشون خیلی جالبه، در هنگام مبارزاتی که انجام میداد ایشون در دو رشته ایشون میره فارغ التحصیل میشه، یکی کارشناسی ارشد جغرافیاست و
جغرافیا شناسی منطقه رو میره، تحصیلاتش رو انجام میده که منطقه رو بهتر بشناسه. اتفاقا ما امروز یکی از فقرهایی که داریم، دو تا فقر داریم، یکی فقر تاریخی است، ما سواد تاریخی نداریم امروز، و یکی سواد جغرافیایی است. مثلا من سر همین دریای مازندران بارها یقه خیلی یارو گرفتم که میگن ما فروختیم، هی بهشون گفتم آقا کشورهایی که دور دریای مازندرانن کیان؟ فقط روسیه رو میشناختن. نه اصلا مسئله منطقه رو از نظر جغرافیایی ما نمیشناسیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم بیسوادی جغرافیایی است، و برای این بیسوادی ما میتونیم یک کاری کنیم. این نقش یکی از کارهایی که ابتدا میتونیم انجام بدیم، من خود من تلاش میکنم روزی حداقل کم کم 20 دقیقه روی نقشه جغرافیا زوم بشم و کشورها رو ببینم، و هر سری هم دارم نقشه جغرافیا رو در این چندین سالی که برنامه میسازم نگاه میکنم، هر سری سورپرایز میشم. یعنی خیلی از اطلاعاتی که من در مورد مسئله جغرافیا به دست آوردم توی منطقه اینی که به نقشه از توی این مپ گوگل نگاه کردم. اینو حتما انجام بدید، از من داشته باشید. و یکی ایشون با کارشناسی جغرافیا رو میره میخونه، یکی هم کارشناسی دفاعی، و ایشون میره ارشد مدیریت دفاعی رو فرا میگیره، مدیریت دفاعی که برای که به کشور حمله بشه. خب ایشون به خاطر شجاعت و کفایتش هم 3 بار از آقای خامنه‌ای مدال شجاعت میگیره و و و و. اما نکته‌ای که برای من وجود داره، ایشون در عرصه موشک سازی فردی است که ایران تکون میده که آقا خودمون بر رو پای خودمون بیسیم، موشک بسازیم، که اگر کسان دیگری در بخشای دیگر به مانند خودروسازی اینا این غیرت و این همت آقای کاظمی رو داشتن، و مهمترینش هم غیرته، چون خیلی ها فکر میکنن مهمترین عامل اینه که شما به تحصیلات داشته باشید، که حالا تو بخش بعدی نشون بهتون میدم تحصیلاتی که خیلی از این آقایون دارن، مثل کاوه مدنی که سالها تو گوش ما پر کردن که آقا جان ما بی آب هستیم، پس خودکفایی کشاورزی رو بذاریم که نه 2000 ارزش نداره. قبل از اینکه شما تکنوکرات باشید و سواد داشته باشید، نخست باید میهن پرست و غیرت داشته باشید. آقای کاظمی هم سوادشو داشت، ولی مهمتر از سوادش این غیرتشه. غیرتش در مورد سفرش به روسیه است. سردار کاظمی وقتی که بلند میشه میره روسیه، خب ما نمیتونستیم موشک بسازیم، ایشون بلند میشه میره روسیه با همین تهرانی مقدم، سردار تهرانی مقدم و چند تن دیگر، یه هیئتی میرن در روسیه در مسکو که به اینها آموزش موشک سازی، آموزش هم که نه، حتی میرن چند تا موشک بخرن، ببخشید میرن چند تا موشک از روسیه بخرن، و روسیه اونجا قضایی ها رو، ببخشید، اینا رو سرکار میذاره، بامبول در میاره به قول معروف، و اینا رو چند روز اونجا دور خودش میچرخونه، و آخر دیگه سردار کاظمی به غیرتش بر میخوره، میگه باید برگردیم. این داستان رو از زبان خودشون دوست دارم براتون بذارم، و میدونم که صدای این ویدیویی که میخوام براتون بذارم زیاد جالب نیست، ولی براتون تیکه تیکه ترجمه میکنم چون میخوام ویدیوش حتما باشه. نگاه کنیم با هم دیگه. ایشون میگه 3 سال پیش یا 4 سال پیش، من رفتم روسیه با یه آقای مقدم، بعد 3 روز ما رو گذاشتن توی هتل، اصلا سراغ ما نیومدن. میگه در مسکو 3 روز ما رو گذاشتن در هتل و اصلا سراغ ما نیومدن. چون صدا خرابه من براتون تکرار میکنم، اگه خوب شنیده میشه که بگید که من تکرار نکنم. هیچ از فرودگاه ما رو تشریفات به ماشین چنانی گذاشتند و با جبروت ما رو گذاشتن. 3 روز اصلا یک نوعی تلفنی یه آدم گذاشته بودن اونجا با ما سکشه دخل، نه شما اصلا نباید اصلا شما بگن سشتار کیه از پاکستان کجا بگید داد و فریاد و مسئله شما نیستیم که. خب تا اینجا گفتن که ما بار بردن توی هتلی با جبار و جبروت و اینا که آقا تلفنم نزنید و سکرت و ایناست، و 3 روز ما رو اونجا رو ول کردن. آخر ما دیگه دار و فریاد که آقا ما مسخره شما نیستیم دیگه. حالا الان داره ادامه میده. یه نفرشون اومد بالا وزارت امور خارجه شون اومد با ما تیم گروشی دامان شما که بوده ما رو برداشتن از یه ساختمان توی ساختمان توی بردن، از یه جای دیگه ما رو بردن که شهر خود تو حاشیه مسکو. بعد در اومد رو ببخشید ما حالا اینجا رو مطمئن نیم شما دارید، خود شما مطلبی ندارید؟ دیگه گزارشی که از رو آمریکا یا بودید؟
خب میگه که بعد از 3 روز اینا ما اعتراض کردیم، ما رو بردن از این ساختمون به اون ساختمون، آخر بردن در یک شهر حاشیه مسکو، آخرش گفتن حالا تو این ساختمون خیالمونه که شروط نیست اینا، و حالا ما الان خودتون میخواییم مطمئن میشین شما این جلسه رو نمیبرید به آمریکا یا بدید. و حالا ببینید سردار کاظمی چی میگه. من مجرد دادم دستی افتن مقدم کنید آقای مقدم باید این رو بگه بودم تمام مقدم آقای شافعی جایی داریم من بودیم سریع نفتی بردش با آقایم بودم هر چی میخواد بشه ما نیم. خب ایشون بعد زده رو دوشونه آقای احمدی مقدم گفته پاشو بریم و اینا، شافعی نامی بوده که مسئول دیگه ای بوده بهش گفته حالا وایسا بهت بر نخوری، نه گفته نه هر چی میخواد بشه بشه ما برمیگردیم از اینا موشک نمیگیریم تو شرایطی که موشک هم نداشتیم. میگه توی هواپیما واقعا گرگه منو گرفته بود و به مقدم برمیگرده میگه خودمون باید بسازیم. تو همه ما میگه گرگه منو گرفت و به تهرانی مقدم گفتم ما باید بسازیم توی سپاه هم باید خودمون بسازیم. از این شروع کردیم ساختیم فرمولش امسال هم تست کردیم بهترین بر چیزی که فوق اول بودن اتم نیست موشک، ولی موشکیست که حسرتش رو بکنم ساختش رو دست به جای سپاه. میگه که بعدش اومدیم حالا ساختیم موشکی ساختیم فوق تکنولوژی که آمریکایی‌ها و روسا باید حسرتشو بخورن. خب اگر این غیرت سردار کاظمی نبود و این بی‌احترامی که روس‌ها به ما کردن در مسکو، و اگه ایشون مثل این آقایین تکنوکرات نو لیبرال اینهایی که واقعا من دیگه بهشون غربگرا نگم، یکی از عزیزان گفت غربگدا، بمانند این غربگداها اگر ایشون میخواست نگاه کنه، ما هیچ وقت در عرصه خودکفایی موشکی و برای اینکه بنیه دفاعیمون رو بتونیم بومی کنیم و مستقل کنیم و خودکفا بشیم نمیتونستیم موفق بشیم، همچنان باید به مانند بخشای دیگر میرفتیم چوب بستنی مثلا وارد میکردیم. خب اینا رو شما دارید بی سرشیر وارد میکنن، چوب بستنی پوشک وارد میکنن، و اگر تو بنیه دفاعی این زاویه دید نبود و این سردار احمد کاظمی این غیرت رو نداره، من چرا میگم ایشون غیرت ایرانی؟ ما اگر در بخشای دیگر این غرور و غیرت ایرانی رو داشته باشیم میتونی اپوزیسیون باشی، میتونی براندازم باشی، چه اشکالی داره؟ هر حکومتی باید مخالف داشته باشه، هر حکومتی باید یه عده دنبال براندازیش باشن، ولی میتونی با شرف باشی، نری انقدر بی غیرت باشی که برایان حکم میبینت گل از گلت بشکفه، باش عکس بگیری خوشحال باشی که شما رو صدا زدن، نه اینکه رقابت داشته باشید با یک دیگر که کدومتون میتونه بره سناتورهای آمریکایی رو ببینه. اینها بی غیرتی است. غیرت باید از جنس آقای سردار احمد کاظمی باشه که آقا روزهایی که باهاشون داشتن همکاری میکردن یه خورده اینا رو تحقیر کردن، این بلند شده گفته آقا من موشک تو رو نمیخوام، اومده و میگه موشکی ساختیم که از اونا بهتر، و الانم شما دارید میبینید موشکایی که در ایران ساخته شد چگونه این کشورها رو به جیلز ویلز انداخته که برجام دو میخواستن برای ما بیارن. این غیرت آریایی است که ایشون داشته، این غیرت ایرانی است که ایشون داشته که ما رو به یک استقلالی تو این حوزه برسونه، و اگر این غیرت پیشه راه هممون باشه خیلی مسائل متفاوت میشه. خب این غیرته بودش که ایشون هم فرستادن هوا بعد زدنش زمین. در سال 1384 هواپیمای ایشون در ارومیه سقوط میکنه، صدای ایشون هم اتفاقا هست از درون هواپیمای ایشون، ثانیه‌ای که میخوان سقوط کنن صحبت میکنه، میگه دوتا موتورمون از دست دادیم و شوربختانه داریم سقوط میکنیم و اینا، و این هواپیماشون سقوط میکنه، صداشون هم هست حتی. و من دیگه نمیخوام بیشتر ادامه بدم، افرادی چون سردار احمد کاظمی این غیرتشون برای ما باید یک میراثی باشه، ما باید اینو الگو قرار بدیم که در برابر بیگانه، در برابر این که فعل نخواستن رو میخواییم صرف کنیم، بزنیم رو دوش همرزم خودمون بلند شیم و نه یک جور دیگه به قضایا نگاه کنیم و این کشور بسازیم. این کشور تنها یک جور ساخته میشه،
با نگاه به خارجی، خارجی عاشق چشم و ابرو نیست. با مسئله اینا همه حرفه. تنها و تنها با نگاه به داخل و ظرفیت‌های داخلی است که ایران ساخته میشه و بچهای سپاه اینا تونستن ثابت کنن. ما امروز جزء یک کشوری هستیم، جزء معدود کشورهای جهان هستیم که دارای موشک هستیم. فکر کنم جزء هشتمین نهمین کشور دارنده موشک‌های نیرومند هستیم، یا حداقل در مورد فرستادن ماهواره که نهمین کشور هستیم. و این فعل خواستن رو صرف کردن، یعنی نشون دادیم که آقا تو عرصه موشک سازی ما الان تقریبا برخی از موشک‌های ما میتونیم بگیم موشک‌های اول جهانن، از فرانسه و آلمان و اینا همه زدن جلو و امروز تو این زمینه ما تونستیم به درجات بالا برسیم. تو بخش‌های دیگر صنعت خودروسازی، صنعت حالا هر چیزی که شما ذهنتون میرسه، خورد و خوراک، صنعتی، هر چیزی، تو همه اینا اگه این زاویه دید و غیرت ایرانی باشه، اون موقع است که دانش و تحصیلاتی که یک فرد میکنه تکنوکرات ارزش داره. تکنوکراتی که فاقد میهن پرستی و غیرت باشه ذره ارزش نداره، میشه کاوه مدنی و عامل بدبختی این جامعه میشه، میشه صادق زیبا کلام حرام لقمه که برگرده بگه من دلم میخواد تیم فوتبال ما ببازه به خاطر که توی صدا سیما نگن این ملت قهرمان. این ملت قهرمان واژه ایست که وقتی که به کار میبرن انگار دارن بهش فوش ناموسی میدن. نه، تکنوکراتی که فاقد ملی‌گرایی باشه، فاقد میهن پرستی باشه، فاقد غیرت آریایی باشه، میشه صادق زیبا کلام، فردی که ارزشی نداره اصلا، هیچ ارزشی نداره، حتی ارزش مردن نداره. و اینها جنازه هاشون هم خاک ایرانو آلوده میکنه. میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ بنابراین اینو الگوی خودمون باید قرار بدیم. سردار احمد کاظمی رو جا داشت من یک برنامه برایشون بسازم. روانشون شاد، فروهرشون نیک باد، و برای فروهرشون اونایی که زرتشتی هستن اگر مایل هستن میتونن بخشهایی از اوستا رو امشب بخونن و بخش فروردین یشت رو مشخصا باید بخونیم برای فروهر. حالا اونایی هم که مسلمون هستن من نمیدونم، هر کاری دوست دارم بکنم، ولی یاد این بزرگان باید زنده باشه و اینها رو امروز باید الگو قرار بدیم. سپاسگزارتونم، پاینده باشید. این بخش رو میبندم.